السلام علیک یا صاحب الزمان و یا خلیفه در رحمان و یا امام الانس و جان. السلام علیک یا بقیت الله. بإذن حضرت صاحب الزمان علیه السلام و با عرض ادب و سلام به محضر مبارک حضرتش، بحث امروز رو آغاز بکنم و برای این گفتگو و این عنوان که شیطان پرستی و بررسی شیطان پرستان مدرن هست از سلسله جریان و مباحث مربوط به فرق سازی در جهان معاصر، ابتدا پناه میبرم به خداوند، استعاذه میجویم به خداوند. در عموم فتنه‌گری ها حضور ابلیس مسلمه و جنود او. بس مهمه، به سادگی از کنار این مبحث نمیشه گذشت، هم به رویارویی آخرین برمیگرده و به هم به حضور همه جانبه این موجود و اعوانش در همه فتنه ها و فتنه‌گری ها. از اینجاست که باید شناسایی در این باره اتفاق بیفته. گسترده شدن دامنه تضاد در میان مردم که یکی از مصادیقش گسترده شدن فرقه هاست، سند محکمی است برای تلاش مذبوحانه چنان مردم رو متفرق و متشتت خواهند کرد که در زیر یک سقف هیچ دو نفری نتونن جمع شن. و اگر مجالی و عنایتی اتفاق نیفته، عرض می کنم که هیچ کس جون سالم رو نخواهد برد. این که در روایات ما آمده است که دامنه شبهات در عصر ظهور چنان گسترده میشه که نگه داشتن دین چونان نگه داشتن آتش در کف دست است. از همین جاست عزیزان جوان من، در نظر داشته باشید، به عمد دارم در این مقدمه تأکید میکنم، میدان عمل ابلیس و شیطان در عالم خلق و جهان دنیاست. چرا میگم جوانان بیشتر؟ به خاطر اینکه در اختیار شما بسیار اوقات فیلم هایی رو میبینم، میبینید که کمپانی های هالیوود میسازن و صورت هایی از ابلیس شیاطین رو در این فیلم ها به نمایش میگذارن و اعمال و قدرتی رو از ابلیس چون میگن که مورد تایید ما نیست. و بدانید که به عنوان انسان مسلمان چگونه به قضايا نگاه بکنید. تأکید میکنم میدان عمل ابلیس جهان خلق و عالم خلق جهان دنیاست و حد توانایی او رخنه در افکار محدوده حضورش در اندیشه است، منحصر به وسوسه و خیال سازی است، در حالی که بر بندگان مخلص هیچ نفوذی نمیتونه داشته باشه. در قلمرو تشریع و تکلیف عمل میکنه، اما قلمرو تکوین نه. هیچ توانایی برای حلول در تن مردم و تسخیر تن انسان ها نداره. انسانی است که با داشتن همه توانایی ها روزی حرص و وله عجیبی به بوده است میده برای رسیدن به قدرتش. خسته و کسل از برخورداری های مادی و علومی که خوانده بوده و داشته، استادم بوده در هر یک از این درام هایی که وجود داره، چه فاست و چه فاستوس، این آقا، این دکتر استاد و دانشجویانی رو هم در زیر دست خودش داره. جناب فاسوس
با همه برخورداری در هوای قدرت، قدرت بلا منازعه بی حد و اصل عصر، سر خودشو به در و دیوار میکوبه و آرام آرام ره پیدا میکنه به کتب جادوگران و ساحران و در اثر مطالعه اوراد و اذکار و کتب جادوگران ارتباط با شیطان پیدا میکنه. از طریق اوراد ارتباطی با ابلیس پیدا میکنه، از ابلیس طلب قدرت میکنه، طلب برخورداری زیادتر از حد معمول میکنه. سه قطعه فیلم انتخاب کردم از این مجموعه، اگرچه این تئاتر 25-6 سال پیش از صدا سیما پخش شد و من دنبال این فیلم بودم، دیده بودم، تا این که یک مرتبه یک ماه پیش صدا و سیما تکرار کرد این رو با عنایت و توجهی که برخی از دوستان کردن و خواهش من رو قبول کردن برای من ضبط کردن. من سه قطعه کوتاه از این فیلم رو میگذارم. عزیزان جوان من خوب دقت کنید، ارتباط و درخواست فاستوس اولین بخش این ماجراست. برمیگردم در دوران جدید که 400 سال ازش میگذره، یه اتفاق در عالم افتاده و این اتفاق در غرب افتاد، آغاز قبول ولایت شیطان به قصد دسترسی به قدرت. مرتبه اول ارتباط و درخواست فاستوس است از شیطان. با هم این قطعه رو اینک که سایه تیره شب برای دیدار سوبر فلکی از خود به جنوب برخواسته و آسمان را در پرده سیاه مستور ساخته، تو نیز به خواندن اوراد و از آن بپرداز و ببین با این همه قربانی که داده ای شیاطین دعوت تو را اجابت خواهند نمود یا نه. در میان این دایره اسم یهوه نوشته شده است که دو حرف از آن ابتدای کلمه دیگری است. علامات سوبر کواکب سعد و نهزان ها نیز برای احضار ارواح رسم شده است. مترس دل قوی دار تا سحر تو بزرگتر نتیجه را بدهد. ای مالک جهنم و رب اللو اعماق زمین، با من یار باش. درود بر شما ای باد و آب و خاک و آتش، ای بلزیب و شهریار خاور و فرمانده ی آتش جهنم، ای دماغرگون هولناک، از شما درخواست میکنم که مفیستافلیس اینجا پیش من حاضر شود. چرا تغییر میکند؟ تو را به جهنم و یهوه و آب مقدسی که اینک روی این دایره میپاشم و به این علامت صلیب که رسم میکنم و به اورادی که خواندم سوگند که مفیستافلیس اینجا پیش من حاضر شود و خود را نشان دهد. فاستوس، به تو امر میدهم که برگردی و شکل خودت را عوض کنی. تو برای ملازمت من خیلی زشت و بدمنری. میبینم که در اوراد و عزائم آسامی خاصیتی است. با این همه خاصیت ها کیست که در سحر استاد نشود؟ این مفیستافلیس چقدر مطیع و فروتن و فرمان پذیر است. آری این هم در اثر سحر من و اوراد و عزائمی که خواندم. حالا فاستوس،
تو دیگر پادشاه ساحران جهان شده ای، زیرا مفیستوفلیس بزرگ سر خدمت تو شده است. فاستوس، چه میخواهی برای تو انجام دهم؟ که تا زنده هستم در ملازمت من باشی. اگر خواستم ماه آسمان از مدار خیش خارج گردد یا آب دریا تغیان کند و کره خاک را بگیرد، فوراً تعاد کنید.